در کارخانه خشتسازی که دود سیایان آسمان را تیره ساخته است، صدها کارگر هزاران خشت را روی آتش سوزان که قابل تحمل نیست می‌سازند و به سیستم سنتی جنوب آسیا کار می‌کنند. بعد از زلزله شدید سال 2015 در نیپال که حدود 9000 نفر هلاک شدند، این کشور بیشتر خسارات را متقبل شد و 3 در 1 خشت‌ها را آب برد. برنامه ابتکاری خشتسازی توسط یکی از مراکز بین‌المللی در نیپال آغاز شد و آنها داش‌ها و ذخیره‌گاه‌های خشت‌ها را به شکل دیگر دیزاین کردند تا تولید مواد زهری را کاهش دهند. ما 3 چیز را تغییر دادیم. توانایی خشت در برابر زلزله، دوم کاهش آلودگی و مصرف کم. با گذاشتن خشت‌ها به شکل زیگزگ، حرارت بیشتر بر شان می‌رسد و زغال به طور کلی می‌سوزد و کمتر دود بالا می‌شود. من طرفدار پاکی محیط زیست هستم. تجارت در جایش باشد، اما هدف اصلی من تولید با نوعیت و با کیفیت و کم مصرف است. من فکر می‌کنم که همین سیستم در سایر نقاط کشور نیز پذیرفته شده است. تولید کربن دای اکساید الی 60% کم شده است و مهم‌تر این که مالکین خشت‌سازی‌ها استفاده زغال را به نصف آن کاهش دادند. از زمانی که ما روش زیگزاگ را شروع کردیم، آلودگی هوا کاهش یافته است. ما از زغال کمتر استفاده می کنیم و خشت سریعتر می سازیم. بیشتر از 100 کارخانه خشت‌سازی در دره خرطوم با تکنولوژی جدید بهبود یافته است و قدم بعدی گسترش استفاده این تکنولوژی می باشد. در 2 یا 3 سال آینده ما تصمیم داریم همه کارخانه های خشت را تغییر دهیم. امسال کارخانه های خشت‌سازی در بنگلادش، هند، نیپال، پاکستان در خرطوم پایتخت نیپال برای بحث روی دیزاین جدید ملاقات می کنند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.